مذاکره سمه برای مذاکره ما و آمریکا تا وقتی آمریکا اینی است که الان هست. با این دولت کنونی یه سم مضاعفه. اینی که حالا بعضی هم مسئله جنگ و تو روزنامه و تو فضای مجازی و اینا مطرح میکنن، حرف بی خودی. جنگی بنا نیست انجام بگیره و انجام هم نخواهد گرفت. در حالی که هنوز در این باره دولت واکنشی نشان نداده، اما رئیس دیوان محاسبات کل کشور وجود برخی ابهامات در بخشنامه دولت رو تایید کرد. هر کسی تخلف کرده ما راجعش بررسی میکنیم و در احتیاطی مثلا. رئیس فدراسیون فوتبال امروز با مارک ویلموتس روز پرکاری داشت. هم جلسه گذاشت، هم آزادی رو بهش نشون داد، هم امکانات کمپ تیم ملی. اما هنوز از عقد قراردادش خبری نیست. شماره ترامپ پشت این دیواره نمیرید بگیرید. فعلا دارم با بابام صحبت میکنم. واجب تره. گور پدر ترامپ هم کرده. دنبال شماره آدمای مزخرف نمیگردیم. سر کار باشه فعلا تا باش تماس بگیرم. به نام خداوند کریم صلوات میفرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان مطهر ایشان. سلام، شب بخیر. جنگ نمی شود، مذاکره با آمریکا سم است، گزینه قطعی ملت مقاومت است. رهبر انقلاب اسلامی عصر دیروز در دیدار سران قوا، کارگزاران نظام و عناصر فعال سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به بیان وظایف اساسی مسئولان سه قوه برای حل مشکلات اقتصادی و رونق تولید پرداختند و با اشاره به اقدامات خبیثانه آمریکا برای تغییر محاسبات و تسلیم شدن مسئولان و نیز فاصله گرفتن مردم از نظام افسودند گزینه قطعی ملت ایران در مواجهه با دشمن مقاومت در همه زمینه هاست، چرا که مذاکره با دولت کنونی آمریکا سم مضاعف است. البته جنگی نخواهد شد، بلکه برخورد اراده هاست. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار مهمترین مسئله کشور را در شرایط کنونی، مسئله اقتصاد و مشکلات معیشتی و فشار بر مردم به ویژه طبقات ضعیف و متوسط دانستند و افزودند مشکلات اقتصادی و نداشتن برنامه اقتصادی علاوه بر این که به اعتبار هر کشوری لطمه وارد می کند، به دلیل آن که مردم و طبقات ضعیف تحت فشار قرار می گیرند، زمینه ساز طمع دشمن نیز می شود. رهبر انقلاب با تاکید بر اینکه در زمینه مسائل اقتصادی موانع وجود دارد ولی هیچ بنبستی وجود ندارد، وابستگی به نفت و خام فروشی، مداخلات غیر لازم دستگاه‌های حکومتی در مسائل اقتصادی و عدم اجرای مناسب سیاست‌های اصل 44 و تخریب فضای کسب و کار و قوانین دست و پاگیر را از جمله بیماری‌های مزمن اقتصاد کشور برشمردند و افزودند، اصلاح ساختاری بودجه که قرار بود مجلس و دولت در 4 ماه اول امسال آن را انجام دهند و همچنین اصلاح نظام بانکی از دیگر کارهای مهم و اساسی است که باید انجام شوند. حضرت آیت الله خامنه‌ای با تاکید بر عدم انفعال در برابر دشمن و شرطی نکردن اقتصاد به مسائل خارج از اختیار خودمان افزودند، متاسفانه در سالهای اخیر به طور مکرر اقتصاد کشور به تصمیم‌های دیگران گره زده شده و بسیاری از کارها به تصمیم‌های آمریکا موکول شد و در نتیجه سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی نیز کارهای خود را موکول به این امور کرد. رهبر انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه برخورد دولت با عوامل مخرب در بخش‌های گوناگون اقتصادی بسیار ضروری است، افزودند باید با قاچاق، دلالی‌ها، خریدهای خیانتکارانه ارزاق عمومی و احتکار بدون هراس از جنجال‌ها برخورد قاطع شود و همه باید از دولت در این عرصه حمایت کنند. ایشان در بحث ضرورت توجه قوای سگانه به حضور جوانان در عرصه‌های مختلف تولیدات تحسین برانگیز نظامی از جمله موشک‌های نقطه زن بالستیک و کروز با برد 2000 کیلومتر و همچنین موفقیت دانشمندان جوان کشور در بحث غنی‌سازی 20% و تامین نیازهای پزشکی مربوط را نتیجه اعتماد به جوانان مؤمن با انگیزه و خستگی ناپذیر خواندند و پرسیدند آیا این گونه جوانان نمی توانند مشکلات صنایع را حل کنند و با یافتن حلقه های مفقوده بخش های مختلف کارها را به سامان برسانند؟ ایشان با ابراز تلخ‌کامی از شنیدن خبر تعطیلی برخی واحدهای تولیدی یا کشاورزی، وزارت صنایع را به تهیه فهرست موارد مورد نیاز واحدهای تولیدی، اهم از ماشینالات، قطعات و مواد اولیه و ارائه فراخوان برای رفع این نیازها توصیه مؤکد و خاطرنشان کردند بسیاری از این موارد در داخل کشور قابل تامین است.
حضرت آیت الله خامنه ای دومین کار و وظیفه اساسی دولت و دیگر قوا را تلاش برنامه ریزی شده و بیوقفه برای خودکفایی به ویژه در زمینه کشاورزی برشمردند و افزودند. در بحث مهم خودکفایی بنزین هم پالایشگاه ستاره خلیج فارس که به همت سپاه احداث و راه اندازی شد و حدود یک سوم مصرف مصرفانه کنونی بنزین را تامین می کند بسیار مهم است. سهولت کسب و کار و برطرف کردن قوانین و مقررات بسیار و گاه متناقض سومین مسئله بود که رهبر انقلاب به عنوان دستور کار عمومی قوا مطرح کردند. ایشان مسکنسازی را از جمله رشته‌های کارآفرین خواندند و گفتند از جمله غفلت‌های چند سال اخیر بی‌توجهی به موضوع مسکنسازی بوده است. رهبر انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنانشان به موضوع تلاش‌ها و اقدامات ضد ایرانی آمریکا پرداختند و خاطر نشان کردند در مواجهه با دشمن دو راه بیشتر وجود ندارد، یا عقب نشینی ما و پیشروی متقابل آنها و یا مقاومت و ایستادگی که تجربه ما در جمهوری اسلامی نشان می‌دهد. هر جا در مقابل دشمن مقاومت کردیم جواب گرفتیم. حضرت آیت الله خامنه‌ای تأکید کردند برای اصلاح امور نباید چشم به خارج دوخت. دیگران به ما کمکی نخواهند کرد، ضربه میزنند. او کار رو ملاحظه میکنید؟ این کشورهای اروپایی که دیگه آمریکا نبودن، با اینا که دعوایی نداشتیم، ما که با اینا اختلاف نداشتیم، با بعضیشون به اصطلاح روابط خوب دوستانه هم داشتیم. ملاحظه میکنید چه جوری برخورد کردن؟ در همین قضیه برجام و تعهداتشون و اینا. حالا جالبم اینه، هی هم تکرار میکنن که ما پایبند برجامیم. اصلا پایبندی آلمان و فرانسه و انگلیس به برجام معناش چیه؟ یکی سوال کنه از اینا. شما پایبندی یعنی چیکار میکنید؟ چه تعهدی در مقابل برجام شما ها دارید؟ به کدام تعهد عمل میکنید؟ هم دو هی میگم ما متعهدیم، ما پایبندیم. یعنی چه پایبندی؟ خب اینه. بنابراین به بیرون نباید نگاه کرد، برای اصلاح کار باید درون نگاه کرد. رهبر معظم انقلاب سخنان مقام‌های آمریکایی درباره ایران را هم نشان دهنده حماقت بالای آنها دانستند. یعنی ببینید حالا واقعا چقدر دستگاه محاسباتی این دشمن، الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الحمقاء، دستگاه اطلاع میگه هر جمعه در تهران راهپیمایی علیه نظام هست. اینا یه رئیس جمهور، اولا جمعه نیست و شنبه است، تهران نیست و پاریسه. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به برخی که میگویند مذاکره با آمریکا چه عیبی دارد گفتند مذاکره سمه. برای مذاکره ما و آمریکا تا وقتی آمریکا این نیست که الان هست، تعبیر امام تا وقتی آدم نشد، امام اینجوری تعبیر کرد، سمه. با این دولت کنونی یه سم مضاعفه. مذاکره یعنی معامله، یعنی یه چیزی بدی یه چیزی بگیری. اونی که در این معامله مورد نظر اوست درست نقاط قوت جمهوری اسلامی است. مذاکره رو رو این میبرن. نمیگم بیاید مذاکره این راجب آب و هوا، راجب منابع طبیعی، راجب محیط زیست. میگن بیاید مذاکره کنیم درباره صلاح دفاعی شما. شما چرا صلاح دفاعی داری؟ خب صلاح دفاعی برای یک کشور ضروری است. اینا میگن بیاین رو این مذاکره کنیم. مذاکره کنیم یعنی چه؟ یعنی شما اگر چرانچه فرض کنید موشک میسازید با فلان برد و فلان دقت، اینو کم کنید، یعنی برد رو کم کنید به طوری که به پایگاه ما که آمریکا هستیم نرسه، که اگر ما یه روز شما رو زدیم شما نتونید جواب ما رو بدید. و این مورد معامله است. شما قبول میکنید اینو یا قبول نمیکنید؟ معلومه که قبول نمیکنید. وقتی قبول نکردید همین آشست و همین کاسه، همین دعوا، همین سر صدا. هیچ ایرانی غیرتمندی و با شعوری، بحث دین و انقلاب و اینا نیست، ایرانی با شعوری نمیره راجع به نقاط قوت خودش با طرف مقابل معامله کنه.
ایشان افزودند البته در اوغلای ما کسی دنبال مذاکره نیست، مردم هم که دنبال مذاکره نیستند، فقط برخی گوشه کنار حرفی میزنند. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به نامه‌های رئیس جمهور قبلی آمریکا به ایشان افزودند اوباما که ظاهرش خیلی اوتو کشیده تر از اینها بود یک نامه فدایت شوم برای ما نوشت و بنده بعد از مدتی جوابی به او دادم. بلافاصله نامه دوم را نوشت. میخواستم جواب بدهم که فتنه 88 پیش آمد و او با فراموش کردن همه آن حرفها و ابراز ارادتها با خوشحالی به حمایت و دفاع از فتنه و فتنگرها شتافت. رهبر انقلاب با اشاره به اینکه آمریکا مجبور به عقب نشینی در مقابل مقاومت ملت ایران خواهد شد افزودند بنا نیست جنگی انجام بگیرد. بحث مقاومت هم بحث برخورد نظامی نیست. اینی که حالا بعضی هم مسئله جنگ و تو روزنامه و تو فضای مجازی و اینا مطرح میکنن حرف بی خودیست. جنگی بنا نیست انجام بگیره و انجام هم نخواهد گرفت به توفیق الهی. نه ما دنبال جنگیم، اونا هم به صرفشون نیست که دنبال جنگ باشن، میدونن که به صرفشون نیست. ما هم که خب اهل ابتدا به کار نظامی نیستیم، هیچ وقت نبودیم، الان هم نیست. این برخورد برخورد اراده هاست، این رویاروی اراده هاست. اراده ما از اونا قوی تره. ما علاوه بر اراده قوی توکل به خدا هم داریم. پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، آقای روحانی رئیس جمهور گفت سال 97 سال سختی برای مردم کشورمان به ویژه از لحاظ فشار بر معیشت و زندگی مردم و کاهش درآمدهای دولت بود. آقای روحانی با تاکید بر توجه ویژه به معیشت مردم افزود اگر بتوانیم در کالاهای وارداتی نظارت بیشتری کنیم، می توانیم مشکلات مردم را در زمینه معیشت کمتر و بر تحریم غلبه کنیم. آقای روحانی با اشاره به سیاست مبتنی بر زور و تزویر دشمن گفت صبح ناوگانش را میفرستد و شب شماره تلفن میدهد. البته ما شماره تلفن های زیادی از آنها داریم و هر تاریخی که آنها در آن روز جنایتی علیه ملت ایران انجام دادند شماره تلفن واقعی آنهاست. ما که شماره تلفن داریم به اندازه کافی. میخواهید من چند تا شماره را الان اعلام کنم؟ ما 1332 528 اولین شماره تلفنی است که از آمریکایی‌ها داریم. ما 1342 315 دومین شماره تلفنی است که از آمریکایی‌ها داریم. ما 1343 8 13 شماره تلفن بعدی است که از آمریکایی‌ها داریم. ما 1357 6 17 شماره تلفن بعدی است که از آمریکا داریم. ما 1357 8 13 شماره های نزدیک به پیروزی انقلاب اسلامی است که از شما داریم. بعد انقلاب هم شما شماره زیاد دادید، آخرین شماره تون 1397 2 18 بود و باز هم شماره تلفن جدید میخواهید به ما بدید؟ ما شماره تلفن داریم به اندازه کافی. رمز دوم یک بار مصرف فعلا دل بخواهی. طرح استفاده از رمز دوم یک بار مصرف که قرار بود از اول خرداد اجرا بشه فعلا اجباری نیست و بانکایی که زیرساخت لازم رو ندارن میتونن از رمز ایستا استفاده کنن. اگر هم مشکلی برای امنیت این تراکنش ها به وجود بیاد، بانک موظف خسارت ها رو جبران کنه. کار و شفافیت دستور کار امروز هیئت دولت. در نشست امروز هیئت وزیران آیین‌نامه اجرایی ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی برای جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی جوان به صورت کارورز تصویب شد. کار بررسی و تصویب لایحه شفافیت هم برای مقابله ریشه‌ای با فساد و دسترسی مردم به اطلاعات به پایان رسید. اما بشنوید از خبرهای داغ حیات پاستور. رئیس دفتر رئیس جمهور از طرح دولت برای احیای وزارت یا معاونت بازرگانی برای سر و سامون دادن به بازار گفت. لایحه‌ای که فرستادیم یا طرحی که امروز در مجلس هستش، نمایندگان محترم مجلس اینو
با سرعت بیشتری به تصویب برسونن، یا اگر اینطور نیستش پیشنهاد جدیدی رو خدمت آقای رئیس جمهور داده شده که ایشون یک معاون بگذارن و یک اجازه از شورای عالی اقتصاد هماهنگی اقتصادی بگیرن برای اینکه آنچه که در الان بخشی که در وزارت سمت هستش و بخشی که در وزارت جهاد کشاورزی هستش، اینا زیر نظر این معاونت جمع بشه و بتونن که بازار رو اداره کنن. رئیس بانک مرکزی هم از خونسا شدن برخی شیطنت‌ها در بازار ارز گفت. من همچنان باز توصیه می‌کنم که این نرخ نرخ‌های پایدار نیست و هر لحظه ممکنه تغییر بکنه. مردم عادی، کسانی که میخوان سرمایه گذاری بکنن، رو این سرمایه گذاری نکنن. من نمیتونم بگم در آینده چی میشه نرخ ارز، ولی مطمئنن این نرخ‌هایی که هست ارزش ذاتی ارز ما نیست. وزیر ارشاد هم از روشن شدن تکلیف ارز کاغذ گفت و نوید ترخیص 10,000 تن کاغذ از گمرکات تا یکی دو هفته آینده رو داد. دو تا مسئله تصمیم گیری شد. تصمیم گیری اول این بود که کاغذ مطبوعات و کتاب فقط، نه همه کاغذ. عرض کردم کاغذ 400,000 تن نیاز ما بهش داریم. کاغذ مطبوعات و نشر که حدود 80,000 تن تا 90,000 تنه با همون 4,200 باشه. خب این تصمیم مبنای حوزه کاغذ روشن کرد. با همین تصمیم قرار شد که همه اونچه که کاغذ در گمرکات هستن اینها سریعتر ترخیص بشن. حدود 6000 تا 10000 تن کاغذ که ما در گمرکات داریم حد اکثر در یک هفته تا دو هفته آینده ترخیص میشن. همچنین اونهایی که در مسیر تأمین ارز بودن و کاراشون صورت گرفته بود یا حتی در محله نزدیک ورود به کشور بودن، اینها هم دیگه طبعا تکلیفشون روشن میشه که اینها هم یک سهم قابل توجه 20,000 تن ما کاغذ داریم در مسیر ورود و یا در حقیقت در معرض حضور در کشور. جیب کارمندان و بازنشستگان بالاخره چقدر شارژ میشه؟ سال قبل و هنگام تصویب لایحه بودجه سال 98 بود که بحث میزان افزایش حقوق کارکنان دولت داغ شد. دریافتی کارکنان دولت میخواست به همه حقوق بگیران از دم 20% اضافه کنه، اما مجلس معتقد بود این تصمیم ناعادلانه است. حتما فاصله طبقاتی بیشتر خواهد شد. کسی که 10 میلیون حقوق میگیره حقوقش میشه 12 میلیون، کسی که 1.5 میلیون حقوق میگیره اون حقوقش میشه چقدر؟ 1.8 میلیون. در نهایت طرحی رأی آورد که به همه حقوقها 400,000 تومان به صورت ثابت و بین 1 تا 10% هم به صورت پلکانی اضافه میشد. حالا برخی از نمایندگان اعلام کردند دولت در بخشنامه افزایش حقوقها مصوبه مجلس رو رعایت نکرده و این احکام باید باطل بشه. دولت محترم آمده به پایین‌ترین حقوق که در واقع 1,240,000 تومانه 3% اضافه کرده، 3.2، اما به کسی که حقوق بالای 10 میلیون داره 16% اضافه کرده. یعنی اگه پلکان هم هست پلکان عوضیه، برعکسه. در حالی که هنوز در این باره دولت واکنشی نشان نداده، اما رئیس دیوان محاسبات کل کشور وجود برخی ابهامات در بخشنامه دولت رو تایید کرده. بخشنامه های دولت مورد بررسی قرار گرفت و به این جنبندی رسیدیم که تفاوت و انحرافاتی در زمینه افزایش 18% حقوق بازنشستگان برای همسانسازی و اعمال افزایش 400,000 تومانی و ضریب 10% به حقوق کارکنان وجود دارد. در همین حال عضو هیئت رئیسه مجلس هم از بررسی موضوع در مجلس خبر داد. مصوبه مجلس کاملا روشن، شفاف و واضحه. بنابراین این نه تفسیر به رأی میخواد، نه مبهمه، نه اشکال داره. اینو باید اجرا بکنه. هر کسی تخلف کرده ما راجعش بررسی میکنیم و در هیئت رئیسه مطرح میکنیم. تصمیم برجامی ایران در فاز اجرا. یک مقام آگاه در سازمان انرژی اتمی از شروع روند توقف برخی تعهدات برجامی طبق تصمیم شورای عالی امنیت ملی خبر داد و گفته توقف برنامه‌های مربوط به رعایت سقف تولید اورانیوم غنی شده و تولید بدون محدودیت آب سنگین در تأسیسات عراق را که در دوره 60 روزه مربوط به گام اول بر انجام اون تاکید شده نیست با جدیت دنبال میشه. سفیر کشورمون در انگلیس هم یه بار دیگه با هشدار به طرف‌های اروپایی درباره رفتارهایی از قبیل ابراز تأسف یا سکوت تاکید کرد مرگ برجام نزدیکه. ما به یک لحظه‌ای داریم نزدیک میشیم که اگر تلاش نکنیم ممکنه دیگه این زمان قابل جبران نباشه. دیگه روی اقدامات عملی میتونیم حساب بکنیم. بنابراین اگر طرف اروپایی در این ظرف این 60 روز به ما برگرده
و باز از قول و از تعهدات خودش و وعد و وعیدهای آینده صحبت کنه. این دقیقا اون مشکلی است که ما در کل این ماجرا میبینیم و این قطعا به باعث این خواهد شد که ایران اقدامات مرحله دوم خودش رو به اجرا بذاره. وزیر خارجه روسیه هم در نشست مشترک با همتای آمریکاییش یه بار دیگه با انتقاد از اقدامات و تصمیمات آمریکا در قبال ایران خواستار گفتگوهای جدی با همکاری طرف‌های دیگه برجام برای خروج از این بحران و رفع محدودیت‌های تعامل با ایران شد. نبرد پهپادها در یمن. پهپاد جاسوسی آمریکا در تله انصارالله بعد از ضرب شست پهپادی ارتش و نیروهای مردمی یمن به سعودی‌ها و نابودی برخی تاسیسات نفتی در شهر بندری ینبوع عربستان، پدافند یمنی‌ها امروز موفق به شکار یک پهپاد سعودی در آسمان صنعا شد. گفته میشه این پهپاد جاسوسی ساخت آمریکا و از نوع پهپادهای MQ-1 است که در ازای دلارهای نفتی به سعودی‌ها فروخته شده و یمنی‌ها قبلا همونها را سرنگون کرده بودند. این پهپاد از پیشرفته‌ترین هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی که میتونه 20 تا 40 ساعت پرواز کنه. پهپاد MQ-1 همچنین از سیستم کنترل، دوربین‌های متعدد، تجهیزات آژیر خطر و تجهیزات ارتباط با ماهواره هم برخورداره. لاشه این پهپاد برای رمزگشایی اطلاعات در اختیار نیروهای جنبش انصارالله قرار گرفته. منابع اطلاعاتی یمن اعلام کردن نیروهای یمنی اخیراً بیش از 10 عملیات نظامی اعلام نشده رو در عمق خاک عربستان انجام دادن. سعودی‌ها بعد از جلسه دیشب کابینه‌شون درباره اوضاع یمن اعلام کردن حملات اخیر روند عرضه نفت رو تهدید می‌کنه. ارتش و نیروهای مردمی یمن به سعودی‌ها هشدار دادن در صورت ادامه تجاوز جنگنده‌های این کشور حملاتشون رو به عمق خاک عربستان و امارات می‌کشونن. رفتار نظامی آمریکا در منطقه دفاعی و حاکی از نگرانی این کشوره. یک مقام آگاه در نیروهای مسلح با اشاره برخی تحرکات نظامی آمریکا در منطقه این حرکات رو در راستای حفظ و ایمنسازی واحدهای آمریکایی دونست و تاکید کرد سایر مطالب عنوان شده از طرف آمریکا عملیات روانی دشمن برای تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی داخلی و خارجیه. به گفته این منبع آگاه بر اساس برآوردهای اطلاعاتی و نظامی اونچه که این روزها در فضای رسانه‌ای دشمن و برخی دولت‌های وابسته به آمریکا درباره تحرکات نظامی واشنگتن در منطقه دنبال میشه اساساً ارزش عملیاتی نداره و وضعیت واحدهای زمینی، دریایی و هوایی ارتش آمریکا گویای این واقعیتی که اونها در حالت تدافعی و حفظ نیروهاشون از خطرات احتمالی قرار دارن. از جمله اینکه ناو هواپیمابر ابراهام لینکن نه تنها به خلیج فارس نیومده که در دریای عربی متوقف شده و سایر واحدهای شناور رزمیشون هم خارج شدن و خلیج فارس این روزها از همیشه خالی تره. قرعه فال به نام مرد بلژیکی فوتبال افتاد. چشم فوتبالی ها روشن شد به مرد چشم روشن بلژیکی تیم ملی. رئیس فدراسیون فوتبال امروز با مارک ویلموتس روز پرکاری داشت. هم جلسه گذاشت، هم آزادی رو بهش نشون داد، هم امکانات کمپ تیم ملی رو. اما هنوز از عقد قراردادش خبری نیست. قراردادی که گفته میشه سالانه بیش از 1 میلیون دلار. رو کاغذ امضا نشه هیچ چیزی قرار. فدراسیون فوتبال نشین ها باید در قرارداد 3 ساله‌ای که با اون میبندن حدود 100 میلیارد تومان براش هزینه کنن.
برای ایجاد تحول به هم فکری احتیاج داریم. رئیس دستگاه قضا با نمایندگان تشکل‌های دانشجویی جلسه گذاشت و بعد از شنیدن نظرات دانشجویان طیف‌ها و تشکل‌های مختلف گفت ممکنه هر کدام از شما در یک تشکلی کار کنید، اما وجه مشترک همه ما اینه که می‌خوایم جامعه‌ای بدون فساد و تبعیض داشته باشیم. حجت الاسلام بلمسلمین رئیسی با تاکید بر لزوم تحول در قوه قضاییه از همه بخش‌های اجرایی دولتی، حقوقدانان، اساتید و دانشجویان خواست با هم‌اندیشی و همکاری به ایجاد این تحول کمک کنند. و بازگشت دلالان به بازار مجازی خودرو. رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو تهران خبر داد با نمایش دوباره قیمت‌ها در آگهی‌های خرید و فروش خودرو در سایت‌های اینترنتی دوباره دلالان به این فضا برگشتند. مطمئنی در این حال گفته مشتری برای قیمت‌های غیر واقعی اعلام شده وجود نداره و معامله انجام نمیشه. به گفته مطمئنی اتحادیه فروشندگان خودرو تهران فهرست قیمتی خودروهای داخلی رو به این سایت‌ها داده، اما نمیتونه نظارتی بر قیمت‌های درج شده در آگهی‌ها داشته باشه. این در حالیه که دو هفته پیش پلیس فتا دستور حذف قیمت‌های بازار خودرو و مسکن رو به مدیران سایت‌ها ابلاغ کرده بود. خبرنگار ما امروز به الهیه تهران رفته و در کنار دیوارهای بلندی سفارت غربی دنبال شماره تلفن مشترک مورد نظر گشته. تا پیش از این سوئیس را با ساعتش می‌شناختیم، با شکلاتش، با کوههای آلپ و حالا با شماره تلفن ترامپ. اینجا سفارت سوئیس و شماره ترامپ اینجاست. پشت دیوارهای این سفارت ساختمانی مطمئناً هست که در اون ساختمان یک تکه کاغذی است که شماره چند رقمی ترامپ نوشته شده و ترامپ منتظر است که یکی به اینجا بیاید یا با اینجا تماس بگیرد و شماره او را دریافت کند. آقا ترامپ شمارهش را گوشته تو این سفارتخونه سوی کرده. غلط کرده. نمیره بگیره. نه غلط کرده. هیچکی نمیره بگیره. من تو جبهه و اسارت زنگامو زدم بهش. بره بگیره. منتظرم باشه. ما هم منتظر نیستیم باهاش صحبت کنیم. من نمیخوایی زنگ بزنی؟ نه. چرا؟ دلیل نمیخوام اون مشکلاتم رو بیشتر نکنه، نمیخواد حل کنه. من خودم دو سال آمریکا بودم، حالم از هر چی آمریکا و آمریکایی به هم میخوره. شماره ترامپ هم من به من بدیم، من زنگ بزنم موزم تلفنیش میشه. تو خود آمریکا خفش میکنم و ولای علی بهم راه بدن تا برم چی کار میکنم. شمارهش اینجاست. بگیرم چی رو بگیرم؟ شمارهش سگی که پارس میکنه گاز نمیگیره. سفارت سوئیس. فعلا دارم با بابام صحبت میکنم، واجب تره فکر میکنم. دیگه شمارهش گوشی اینجا. با ترامپ کاری نداریم ما. خانم شماره ترامپ پشت این دیواره، نمیرید بگیرید؟ گرفتم قبلا صحبت کردم. چی گفتیم؟ گفت حالم خوبه. باشه اشکال نه، یا همینجوری کلا همیشه منتظر تماس بیانه فرجی بشه، چایی یکی زنگ بزنه، کسی زنگی نمیزنه. میخوام بهش بگی اجام هیچ غلطی نمیتونه بکنه. واقعا آگهی کرده دیگه. میگم این ناوم که آگهی کرده دیگه. ترامپ شمارش پشت این دیواره گذاشته. اینجا که نسش اون تو چی بگم بالا؟ تو مال چی میگردی؟ نمیری بگیری شماره رو؟ بله. نمیریم بگیری؟ بور پدر ترامپ هم کرده. شمارش رو گذاشته. امروز یکی زل زده بود به دیواره های سفارت. گفتم شاید دنبال شماره تلفن ترامپ است. من آقا دنبال شماره ترامپ. نه. شمارهش اینجا گفتم شاید من دنبال شماره هست. نه بابا ما دنبال شماره آدم های مزخرف نمیگردیم. ایرانی با غیرت و با شعور دنبال تلفن ترامپ نمیگردم. شماره ترامپ پشت این دیواراست. ما ایرانی هستیم. کور خوندی. با این تحریما ما هیچیمون نمیشه. قوی تر میشیم. دیروز رهبرم هم گفت. همه میدانستند که این شماره تلفن سرکاری است. شماره ترامپ پشت این دیوارا به دردم نمیخوره آخه. نظر تماس باشه دیگه. سرکار باشه فعلا تو باش تماس بگیرم. خدا من این منه چه سفارت سوئیس شماره شو باشه. اشکال نداره باشه، فعلا میام زنگ میزنیم. به قول رهبرو نه مذاکره میکنیم
نه جنگی میشه. زنگ هم نمیزنی؟ نه زنگ هم میزنی. مردم میگفتن گرونی ها ربطی به زنگ زدن ترامپ نداره. خواهید به کشورهای دیگه به ترامپ چه مربوطه؟ گور پدر ترامپ به اون چه ارتباطی داره؟ شما یک چیزایی هستش که اصلا به تحریم کاری نداره. اونا چرا گرون شده؟ امروز مردم زنگ اراده ها را به صدا در آوردن. اون منتظر زنگ بخوره، باید اون زنگ بزنه کار داره. ما ملتی هستیم که منت هیچ کس را نمیکشیم. من شده تا 12 شب کار کنم، نمیذارم خانوادم عذاب بکشن، درد بکشن. ولی آقای ترامپ تو کور خوندی. نمیتونی ما رو از پای در بیاری. ما ایرانی هستیم. از عوامل سفارت هم پیگیر تلفن ترامپ شد. I don't know him in person and I don't have his phone number. Are you sure? Sure. آشپز سفارت از آشی که ترامپ برای ما پخته بود بی خبر بود. خبر نداری؟ نه. من می‌خواستم بدونم شما شماره ترامپ رو میتونید به ما بدین؟ من در دسترس ندارم. اصلا هست اونجا شمارش که بتونید بدی؟ متاسفانه توی این مورد نمیتونم کمکتون کنم. یعنی کسای دیگه هم هستن زنگ بزنن مثل من یا نه خانم؟ بله. یعنی زنگ زدن واقعا دنبال شماره ترامپ؟ بله. بعد نمیشه واقعا داد شماره شونو؟ متاسفم، روز خوبی داشته باشین. آقای ترامپ، مردم سالهاست که زنگاشون رو زدن. زنگ مقاومت، زنگ ایستادگی، زنگ همدلی و همه میدونن که تفکر و ذهن شما و همکارانتان سالهاست زنگ زده است. یوسف سلامی، خبرگزاری صدا و سیما. خیلی متشکرم از همراهی انتخابتون. تا فردا شب خدا نگهدار.